آراد برندینگ راهی به سوی ثروت به نام خدا با سلام من نجمه رسولی هستم یکی از مدیران استراتژیک مجموعه آراد برندینگ تو این فایل صوتی میخوام در مورد اهمیت مشتری با شما صحبت کنم اول بیایم یه تعریف از مشتری داشته باشیم مشتری کیه؟ مشتری کسی هستش که میاد یک کالا یا یه خدمات یا حتی یه ایده ای رو از فروشنده یا تامین کننده دریافت میکنه در مقابلش میاد یه مبلغ پول یا هر چیزی که عرضش من هستش رو تحویل میده به جای کلمه مشتری ما شاید کلمه خریدا یا موکل هم بتونیم استفاده کنیم ولی استفاده از کلمه مصرف کننده درست نیست چرا؟ چرا یه زمان مشتری ممکنه مصرف کننده هم باشه و از اون کالا و خدمات استفاده کنه ولی گاه اوقاتی مشتری ممکنه مصرف کننده نهایی نباشه مثلا یه پدر میاد برای بچه اسباب بازی میخره و اون پدر میشه نقش مشتری رو بازی میکنه و اون فرزند نقش مصرف کننده پس این چه تعریف مشتری حالا چرا اهمیت داره میدونیم که هیچ کسب و کاری نیستش که بدون پشت اون مشتری بتونه به فعالیت خودش ادامه بده. مشتری یه جورایی سرمایه و اعتبار و آینده یک بنگاه اقتصادی هستش و تمام افرادی که توی یه شرکت کار میکنن باید هدفشون خوشحالی و جلب رضایت مشتری باشه. اینجوری هستش که اون کسب و کار میتونه به حیات خودش ادامه بده و مسیر رشد و توسعه رو بگذرونه و تو اون حوزه فعالیت داشته باشه حالا در مورد اهمیت مشتری باید بگیم که یه سری آمارهای جالبی رو نشون دادن آمارها نشون داده که برای ایجاد یه مشتری جدید و جذب اون یه چیزی حدود پنج تا یازده برابر مشتری قدیمه باید هزینه کنی. پس حواستون به این مشتری قدمیاتون بیشتر باشه یه آمار دیگه هم که گفته اینه که اگه قرار باشه ما دو درصد بخوایم مشتریامون رو افزایش بدیم یه چیزی باید حدود ده درصد اون هزینهایی که داشتیم رو بیشتر صرف کنیم که ما بتونیم دو درصد این مشتریمون رو اضافه کنید. در مورد حتی ضرر زیان از دست دادن مشتری گفتن که هر مشتری که از دست میدین یه چیزی حدود 100 تا مشتری رو فراری دادن هستش پس حواستون باشه مشتری ها رو علکی از دست ندید رضایت مشتری یکی از پیشترت های موفقیت تو هر کسب و کاریه تو هر شرکتی هستش و این رضایت مشتری جز اولویت های مدیریتی باید باشه درسته که سوداوری و سهم زیاد از بازار داشتن و توسعه محصول جز اولویت هاست ولی مهمتر از همه اونها رضایت مشتریه و یه جورایی دارایی هر سازمانی ارزشمندترین اون این هستش که بتونه اعتماد و اطمینان اون مشتری ها رو به دست بیاره یک جمله خوبی هم دارن بازاریا میگن که برای اینکه اعتماد مشتریتون رو به دست بیارید کمتر از اون چه که توان دارید قول بدید ولی بیشتر از قولی که دادید عمل کنید این نشون میده که مشتری چقدر باید برای کسب و کارتون اهمیت داشته باشه یه آماری اعلام شده بود که حدود 98 درصد از مشتریای ناراضی بدون اینکه حتی شکایتی داشته باشن میان جذب رقبا میشن و این مشتری که ناراضی هستش و از اون شرکت اون سازمان خارج میشه گفته میشه یه چیزی حدود هشت نفر رو با خبر میکنه این تازه مال زمانی بود که این شبکه اجتماعی وجود نداشت الان با حضور این شبکه اجتماعی بلافاصله فاصله هزار نفر شاید بیشتر با خبر میشن از نارضایتی مشتری شما پس حواستون باشه احتمال خرید مشتریایی که گفتیم کاملا راضی هستن یعنی شادن و خوشحال از این خرید شش برابر بیشتر از اونیه که فقط راضی از خرید پس این آمارها نشون میده که بخواین یه نقصی رو که تو کالاتون داره حتی به اندازه 5 درصد اون رو کمش کنید افزایش سودتون بین سی تا 85 درصده از سمت مشتریایی که توی اون مجموعه شما هستن پس گوش بدید به شکایات مشتریایی که توی حل ماجرای مشکلات مشتریا 90 درصد همین گوشت کردن هستش و یه چیزی حدود 7 درصد از یه فعالیت مربوط به حل کردن اون موضوع هستش و 3 درصد هم یعنی اینکه پیگیرشیم ببینیم مشکل برطرف شد و یا نه پس این آمارها و این اطلاعات نشون میده که این مشتریها هستند هستن که نقش اساسی رو برای کسب و کارها و تجارت تمام اون افرادی که تو حیطه های مختلف فعالیت میکنن هر حوزه ای باشه مهم نیست چه شرکت و چه قسمت صنعتی باشه به افرادی که با شما در ارتباط هستند و محصول و خدمات شما رو تهیه میکنن به تک تک این نکاتش دقت و توجه داشته باشید که بتونید برای بقا و برای استمرار اون فعالیت های کارآمد شرکتتون به این مشتری های دائمی و وفادار نیاز دارید و اونها رو دست کم نگیرید و خیلی راحت از دستشون ندید امیدوارم این توضیحات رو گوش کرده باشید و بهش دقت داشته باشید تا کسب با و کار مطمئن تایی رو بتونید داشته باشید تا فایل صوتی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خسم نباشید فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید